یک مرتبه روبروی من یک در بزرگی بود باشد و اعلام کردن که جناب نخست وزیر هویدا وارد می شود. من تعجب کردم، نمی دونستم که جناب هویدا قراره بیاد. سورپرایز شدم یه جورایی. من دست کردم گلش ارکیده جناب هویدا رو کندم. خاک بر سر بچه کار رو کرد. تماس میگیرن از دفتر جناب هویدا، دفتر نخست وزیر، که البته شما هم دعوتی جناب هویدا. اینجوری هم میخندید و خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود. درود بر شما عزیزانم، یاران عشق. تو خونه های شما اومدم از خونه خودم. میخواستم در مورد یک مسئله بسیار بسیار ارزشمند براتون یه خاطره بسیار شاد و بسیار پرتوان در دوران کودکی من و یه جورایی 13 سالم که بود، وقتی که لیلای صمد شدم، سامانتای اختاپوس شدم، رقیه اختاپوس شدم، به عنوان بهترین بازیگر زن تلویزیون جام جم ملی ایران شدم. من به عنوان زن بازیگر، خانم دلارام کشمیری، از همجا بهش سلام میکنم، با عنوان مجری گوینده، زنده یاد تقیه روحانی، به عنوان اخبارگوی تلویزیون جامعه جمع ملی ایران و استادم پرویز صیاد به عنوان بهترین بازیگر مرد تلویزیون انتخاب شدیم. در تلویزیون جامعه جمع ملی ایران برای ما یک جشنی رو برپا کردن، توأم با سازمان فروشگاه تلویزیون جامعه جمع ملی ایران برای همکاران تلویزیونی، بازیگران، کارگردان ها، فیلم بردارا، دوربین منا، نمیدونم، تمام کسایی که در جامعه جمع ملی ایران فعالیت های گسترده ای داشتن، مجلسی به پا شد و آمدند و هنرمندا آمدن. یک میزم برای ما تدارک دیده بودن هنرمندا با گل بسیار زیبا. ما مکان مخصوص داشتیم چون به عنوان بازیگران انتخابی ما جامون با همه فرق میکرد و اون روز افتتاحیه این سازمان فروشگاه جام جم ملی ایران بود که تو خیابون پهلوی بود. بکنم الانم هم اونجاست، نمیدونم. ما همه رفتیم و ما پشت میز مخصوص نشستیم و هنرمندا آمدن و خلاصه رو میز ما میوه بود، گل بود، نو آب بود، نوشابه های مختلف بود، چیپس بود، پفک بود، نمیدونم، کلی تنقلات. منم که 13 سالم بود اون موقع، 13 سال خورده این بود، خیلی کوچولو بودم. منو فرستادن کجا؟ آرشگاه، که موهامو بالا ببرن و آلا گارسون هم کنم. موهای بلندی هم داشتم تا اینجاها تقریبا. بردنم آرایشگاه و یک لباس همچین نزدیک به زنانم تقریبا تنم کردن و کفشای پاشنه بلندم پاهم کردن و که من شبیه آدم بزرگا بشم. ولی کی میتونست راه بره با این کفشا؟ پدرم در اومد. خلص پاهم برم کردم. عادت نداشتم با بچه 13-14 ساله که کفش بلندی اینقدری نمیپوشه که، ولی برای اینکه سریع تو سرا در بیارم
پاش رو بلند پام کرد. رفتم نشستم اون پشت و از گرسنگی داشتم میمردم. خلاصه چیپسا رو که دیدم چیپسا رو برداشتم و عین این گرسنه هایی که سال هاستی چی نخوردن حمله کردم به این چیپسا و حالا نخوره کی بخوره. دستم پر چیپس، دهانم پر چیپس، دور لبم آرایش ماتیک و اینا هم پاک شده بود، تمام نمکی بود و روغنی. چیپس های موقع خیلی خوشمزه بود، نمکی بود و چرب و چیلی. منم که گرسنه این چیپس تو دهنم اینجوری شده بودم و این دستم چیپس و این دستم چیپس و دلارام کشمیری عزیزم من بغل دست من نشسته بود و به من گفتش که چرا صورت تو اینجوری کردی، دستات تو اینجوری بودم. گوش نمی بابا دارم میمیرم به خدا، غذا میخوام، هیچی نخوردم، از صبح آرشگاه بودم. خلاصه همچین که ما داشتیم دوتایی با هم دیگه کلکل میکردیم و من داشتم توضیح میدادم، یک مرتبه روبروی من یک در بزرگی بود باشد و اعلام کردن که جناب نخست وزیر هویدا وارد می شود. من تعجب کردم، نمی دونستم که جناب هویدا قراره بیاد، سورپرایز شدم یه جورایی. همه بلند شدن و تمام سالن به پا خواستند و جناب هویدا هم آمد و یک روبانی رو قیچی آوردن و روبانو بریدن ایشون با دست مبارکشون و افتتاحیه سازمان فروشگاه جام جم انجام شد. احساس کردم که جناب هویدا داره میاد طرف من. ترسیده بودم، نگران بودم، چون من یه حرفی زده بودم همش از اون میترسیدم. آقا نگذاشت و نبرداشت، اومد سراغ من، عصاش رو به من اینجوری کرد و گفت سامانتا. گفتم سلام. حالا دهنم چیپس و دستام چیپس و دلارم از این بر غرغر میکنه بابا بخور نخست وزیر اومد دهن چلبه. گفتم چیکار کنم، این چیپس ها همه رفته بود اینجا توی گلوم داشت خفه میکرد، تیزم بود یه جاهایش داشت خفه میکرد. بالاخره نصیب بدبختی نصیبم شد، جناب هویدا اومد و گفت خب راقیه. گفتم سامانتا قربان، نه میجویدم و اینا، بچه بودم دیگه، بی تربیت نبودم ولی بچه بودم. خلاصه گفت که حالا سامانتا. گفتم سامانتا قربان، سامانتا. گفت حالا سامانتا شنیدم که توی برنامه اختاپوس گفتی که من اون ارکیده هویدا را از سینش میکنم، خیلی جست میگیره با اون گل ارکیدهش. گفتم من قربان. گفت آره شما، من خودم شنیدم. گفتم به خدا من نگفتم. گفت من خودم شنیدم. چرا گفتی؟ گفتم به خدا نویسندهش آقای پردیس صیاد بود، ایشون گفته بگو کارگردانی تهیه کننده سریال. منم گفتم حالا میخوای منو ببری زندان؟ خندید، گفت نه، من تو رو خیلی دوست دارم. و توی مصاحبه هاشون هم ایشون گفته بودن که گفتن کدوم آرتیست ها رو کدوم روش ها رو خیلی دوست دارید، گفته بود که من اون لیلای صمد، اون رقیه سامانتا رو خیلی دوست دارم. حتی یه پدر سوخته هم بود، گفت اون پدر سوخته خیلی شیرین و بامزه است. دیگه نگفته بود خوشگله. خلاصه اون روز ما به خیر گذشت و برنامه ادامه پیدا کرد و شد با دیگران آشنا شد و ایشون دست داد و همه منتظر بودن که از پیش من بیاد و بره طرف
مردم، مهمانا، هنرمندا، با همه دست داد، با همه سلام علیک کرد و انقدر خوشرو، انقدر مهربان، انقدر افتاده بود این شخصیت وارزی داشت که به واقعا یه آدم متین معروف بود. اون روز نهار میدادن، نهار بوفه بود، همه باید خودشون سلف سرویس میکردن، میرفتن و غذا میگرفتن با بشقابایی که سر میز برمیداشتن، ولی خیلی شیک. من همین که حرکت کردم از اونجا اومدم برم، خب گوشتم بود دیگه، برم غذا بگیرم و سر میز برم، یهو جناب هویده گفتن که الو سامانتا. برگشتم گفتم بله آقا. گفت بیا اینجا. گفتم گوشتم، میخوام برم نهار بکشم. گفت بده آقای پرویز کاردان برات میکشه. ای داده بیداد، آقای پرویز کاردان هم اونجا ایستاده بودن، در عوامل ایشون بودن، خیلی ها بودن، آقای منصور پورمند بود، خیلی ها بودن و در خدمتشون وایستاده بودن، با همه صحبت میکردن، مشکلات همه رو میشنیدن و گوش شنوای بسیار خوبی هم داشتن واقعا، و درک میکردن مسائل رو و انجام میدادن. محال بود که قولی رو بدن و انجام نده جناب هویدا زنده یاد. خب آقای گفت آقای پرویز کاردان لطفا برای سامانتا یه بشقاب غذا میکشید. آقای کاردان هم بود عروسی کرده بود، روحت شاد آقای پرویز کاردان، رفت برای من غذا. یک نگاهی به من کرد، اصلا عاقلان اندر سفیه، یک نگاه خشمگینانهی به من کرد و بشقاب داد دست من و من هم بودم خیلی متشکرم. آقا پرویز کاردان اصلا اونجا شد دشمن رسمی من، چون به شخصیتش توهی شده بود. البته من دوست نداشتم که آقای کاردان چنین کاری بکنه، چون عزیز منی، استاد منی، بزرگ منی، پیشکسوت من بود و بسیار هم دوست داشتنی بود و اون زمانا مراد برقی، از ایشون سریال مراد برقی پخش می شد همزمان با برنامه های سریال های اختاپوس، اختاپوسیه، سرکار استوار و سمد، که من تو همه سریال ها اجرا داشتم و به صورت زنده پخش می شد در رژی یک تلویزیون جام جمع ملی ایران. دیگه یواش یواش بعد دیگه ماشین ضبط آوردن، تو برف، تو سرما، تو بارون، تو هر شرایطی ما هفته ای 3 تا 4 تا برنامه اختاپوس ضبط میکردیم، اختاپوسیه ضبط میکردیم، سمد و سرکار استوار ضبط میکردیم که سوژه‌های مختلفی داشت. بگذاریم، اون روز من نشستم بغل دست جناب هویدا و با هم یک غذای خوردیم و لذتی بردیم و آقای کاردانم عصبانی روبروی بنده ایستاده بود و زمانی که برنامه تموم شد و دیگه جناب هویدا سخنرانی کردن بعد از نهار و یه عده‌ای رفتن صحبت کردن و سخنرانی کردن و روز به اتمام رسید، جناب هویدا خیلی هنرمندان رو دوست می داشت و بسیار برایش هنرمندان قابل احترام بودن، در هر قشری، موسیقی، تئاتر، سینما، تلویزیون، طنز نویسان، نمیدونم شاعران، رقصندگان، هنرمند براش ارزش داشت. با جناب آقای پرویز صیاد تماس میگیرن از دفتر جناب هویدا، دفتر نخست وزیر، که جناب نخست وزیر گروه بچه های آقای پرویز صیاد رو و سازمان پدیده
گروه اختاپوس همونایی بودن که تو صمد بودن، همونایی بودن توی سرکار استوار بودن، همونایی بودن، همه یک گروه مشخص بود که آخرین نظر همه با هم بودیم. دعوت کردن به نخست وزیری و باید تمام گروه فلان تاریخ فلان ساعت در نخست وزیری باشن. نخست وزیری هم خیابون کاخ بود یادمه، و کاخ هم این ورورش درخت های بسیار بسیار زیبا و تنومندی داشت و بسیار جای زیبایی بود. ما اون روز به خصوص رفتیم خدمت زندگیات هویدا. جناب پری صیاد به ما گوشزد کرده بود که هنرمندا تمنا میکنم که از جناب نخست وزیری هیچ درخواستی نکنید، هیچ، و فقط میریم به دیدن ایشون و در خدمتشون باشیم. ما همه شال و کلاه کردیم و خودمون خوش سانتیمنتال کردیم و خوشگل کردیم و فلان کردیم و رفتن، که ذوق هم از همه بیشتر بود، برای اینکه انقدر من جناب هویدا رو دوست داشتم. اون روز باش توی اون سالن تلویزیون جام جم باش حال کرده بودم که مشتاق بودم که دوباره از نزدیک ببینمش. اون روز ما به نخست وزیر رفتیم، در خدمتشون بودیم تو دفتر مخصوص خودش، بعد هم رفتیم به اتاق پذیرایی و نهار رو در خدمت جناب هویدا. بعد دوباره برگشتیم به دفتر جناب هویدا. همه گوش تا گوش نشسته بودیم که جناب هویدا بعد از صحبتهاشون، بعد از تشویقاشون، بعد از اینکه خیلی از برنامه های سریالایی که جناب صیاد میسازن راضی بودن، خیلی از هنرمندا راضی بودن، خیلی دوست داشتن هنرمندا رو، و خیلی براش مطرح بود که تمام انتقادات روز بود و این میشد درسی پند آموز باشه برای خیلی از خانواده ها. در آخرین لحظات دیدار هنرمندان و جناب هویدا در نخست وزیری به اینجا ختم شد که جناب هویدا گفت خب هنرمندا خواسته هاشون از ما چیه؟ و ما همه با هم یک صدا گفتیم ما خواسته این نداریم. پری صیاد با اون ابروهای صمدیش اینجوری به ما گفته بود حق نداری چیزی بخوای، البته ما چیزی هم نمیخواستیم، همه چی خودمون داشتیم، فقط عشق میخواستیم که جناب هویدا سرشار از عشق بود. خدا بیامرزتش، صادق بهرامی استاد بازی میکرد، استاد صادق الدوله بازی میکرد توی سریال اختاپوس، یه هو ناگهان برگشت گفتش که جناب هویدا من میتونم از شما یه چیزی بخوام. گفت بله بله جناب بهرامی. این جناب بهرامی رئیس رادیو ایران بود اون موقع ها، قبل از اینکه بیاد توی اختاپوس. صادق بهرامی روحش شاد، گفت من یک پسری دارم که اسمش حسینه و نامزدی کرده و عقد کرده، خونه کوچولوی 30-40 متری براش خریدم، میخواد عروسش رو بیاره تو خونش، براش عروسی بگیریم و البته شما هم دعوت اینجا رو مومیده. اینجوری هم میخندید و خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود جناب صادق بهرام. آخه روحت شاد. جناب مومیده خندید و گفت حتما میام، چرا دعوتم کنیم میام. گفت شما دعوتی، شما دعوتی، و فقط یک ایرادی داره. گفت خب عروسی که، گفت یه ایرادی داره که نمیتونیم عروس رو بیاریم.
جناب هویدا گفت چرا؟ چی شده؟ اشکالش چیه؟ گفت این که اون خونه که من خریدم در یک بیابانی در کرج هست و خونه ارزونی بود، نوسازه و گفتم برای شروع بد نیست که پسر من با عروسم به اون خونه بره. منتها اون خونه نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره و نه اون خیابون طولانی که میرسه به خونه پسر من آسفالت هم نیست و تو خونه ای که هیچ کدوم اینا نداره نمیتونه یه تازه عروس بره. عزیزانم، میز جناب هویدا یه میز مشکی بود، گرد اینجوری و پهن. روش تلفن‌های مختلفی داشت. ما تعجب کرده بودیم این همه تلفن رو میز جناب هویدا مال چیه؟ ایشون وقتی یه تلفن برداشت و گفت برای گاز دستور دادن که به این آدرس باید گاز تا یک هفته وصل بشه، گاز انجام بشه، برق انجام بشه، آسفالت انجام بشه، تلفنش کشیده بشه، همه اینا اتفاقات بیفته تا بتونه عروسشو ببره به خونه داماد، تنها پسر استاد بهرامی. وقتی بلند شدیم به هممون هدیه داد، خود جناب نخست وزیر پهلوی داد، پنج پهلوی، و خواستیم بریم. آخرین ضربش هم جناب هویدا به من زد. میدونی چی گفت؟ گفت سامانتا گل ارکیده منو از روی سینم کندی. گفتم خودتون گفتین بکن. و من گفتم تو چرا کندی؟ آره راست میگه. اون زمانی که اومد سر میز من گفتم آخه شما خیلی با این گلتون جست میگیرین دیگه، همین جه هر روز یه دونه گل تازه اینجا میذاری، یه ذره جستش چی؟ گفت نه جست نیست این، بکن. گفتم نه میبری من زندان. گفت نه بکن. گفت نه این برام زندان بکن. من دست کردم گلش ارکیده جناب هویدا رو کندم. خواهی برسن بچه کار رو کرد. من دیدم یه چیزی اینه عدس اینجا کت آقای هویداست. گفتم به این چیه؟ مثل که یه چیزی چسبیده به کت. گفت نه جانم اون میکروفونه، من با این میکروفون مملکت رو میچرخونم و این گل رو دوست میدارم، ولی به خاطر جستش نمیزنم، فقط اینجا میزنم که روی میکروفون رو بپوشونه، ولی گل ارکیده خیلی دوست دارم. من البته خجالت کشیدم از اینکه گل ارکیده سینه نخست وزیر مملکت رو کندم به خواست خودش، ولی چون قول داده بودم توی اختاپوس که من اگه هویدا رو ببینم اون گل روی سینه‌ش رو میکنم، جناب هویدا اینو اینجا ضبط کرده بود و اون روز به من گفت گفتی باید انجام بدی، چون من حرفی که بزنم انجام میدم. و اون روز شد یک درس بزرگی که نباید با بزرگتر خودت حتی شوخی بکنی، حتی اگر در یک سریال باشی که طنز باشه، حتی اگر سامانتای اختاپوس باشی. خاطرات قشنگی برام لحظه به لحظه دوران اختاپوس و صمد. از همینجا سپاس خودم رو از استادم پرویز صیاد با تمام عشقی که به من داد و اون راهی که من رفتم تا به امروز در خدمت مردم خوب ایرانم هستم، فقط به عشق این که یک انسان انسانیت میکنه
انسانهای دیگر رو به مقام بالاتر میبره و من به اون مقام رسیدم زمانی که مردم ایران من از من حمایت کردند. در دورانی که زن زندگی آزادی بود، من زیر شلیک توهین یک بانوی فرریخته شوالیه، اونم از فرانسه، مورد توهین قرار گرفتم و ترور شخصیتی شدم. ولی مردم، همین شما خوبان، شاهزاده رضا پهلوی، بانو گوگوش، بانو لیلا فروهر، فتانه عزیز، هنگامه نازنین، فریده و و و و و و خیلی از هنرمندان ایران، خیلی از بازیگران، جناب هادی خورسندی، جناب شاهین نجفی، شهرام شب‌پره، جناب عارف و خیلی از انسانهای هنرمند و غیر هنرمند، سینمایی و موسیقی، شعرا، مردم، شما از من حمایت کردید. این جایزه اصلیه که مردم بدن حمایت کنن. من جایزه اسکار گرفتم، اونم به نام حمایت مردم ایران، زن زندگی آزادی، به امید روزهای طلایی و آزادی. پاینده ایران، دوستتون دارم.